شرکت‌های دانش‌بنیان عضو مرکز نوآوری پست در نمایشگاه ایده بازار پست. در مقصد باشگاه مشتریان ما تولید کردیم که به کسب و کارها امکاناتی در اختیارشون قرار میده که بتونن برای خودشون یه باشگاه مشتریان و سیستم‌های وفاداری مشتریان رو برای خودشون به صورت کاملا اختصاصی راه اندازی بکنن. ما پلتفرم واسطیم بین خریدار و فروشنده. فروشنده وارد اپلیکیشن ما میشه، محصول فروشگاهش رو ثبت میکنه، محصولاتش رو بارگذاری میکنه. ما یه تیم کنترل کیفیت داریم که بررسی میکنه که این محصولات حالا به چه صورتیه، تایید یا رد میشه. اولین پلتفرم یک پارچه جمع‌آوری و ارسال بار در واقع در کشور، هم داخل شهری هم برون شهری، به صورت یک پارچه هستش. دستاوردهایی که میخواهد سرعت و دقت ارسال محصولات پستی را افزایش دهد. مردم واسه ارسال محصولاتشون میرن دفتر خدماتی یا شرکت ملی پست، بحث جمع‌آوری محصولات رو به صورت نقطه به نقطه یا تجمیعی از درب منازل انجام میدیم تا نزدیکترین دفتر پستی. این ژلی که میره توی فریزر تو منفی 35 درجه 48 ساعت میمونه و میتونه این باکس رو به مدت 24 ساعت توی منفی 20 درجه نگه داره و شما میتونید نمونه‌های بیولوژیک رو جابجا بکنید. و شرکت ملی پست در مرکز نوآوریش میخواهد ظرفیت‌های بخش خصوصی را یک پارچه سازی کنه. ظرفیت بسیار خوبی وجود داره و خیلی من امیدوار شدم که مسیر شتاب در بخشی به هوشمندسازی پست با سرعت بیشتر ان شاءالله طی بشه. حضور این شرکت‌های دانش‌بنیان برای این است که حرکت پست را در مسیر هوشمندسازی هموارتر کنند. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.